خبرنگار جدیدمون در لندن گزارش مستند از سیاستمداران انگلیسی تهیه کرده که حاضرن با مبلغ‌های قابل توجه تصمیمات کلان سرمایه‌داران رو به مجلس در مجلس به قانون تبدیل کنن. سر مالکم ریفکین. سیاستمداران اجاره‌ای یا خرید سیاستمداران. افشای مطالب رد و بدل شده در مذاکره اقتصادی با دو سیاستمدار سرشناس و نماینده کنونی مجلس انگلیس که با دوربین مخفی تصویر برداری و رسانه‌ای شده نشون میده اونها به جای تامین منافع رای دهندگان چطور اعلام آمادگی کردن از جایگاه و نفوذشون به نفع شخصی و برای یک شرکت خارجی استفاده کنه. ظاهراً این گونه سوء رفتار سیاستمداران انگلیسی برای مردم این کشور تازگی نداره. من مطمئنم که گزارش‌های رسانه‌ای درباره این مسائل زیاده، اما تنها بخشی از سوء استفاده ها افشا میشه. افشاگری ها نشون میده سوء استفاده از موقعیت و فروش اطلاعات به نفع شخصی به این دو نماینده مجلس از هر دو جناح مطرح که البته روزی وزیر کشور و وزیر خارجه انگلیس بودن محدود نمیشه، بلکه مسئولان دیگر از جمله وزیران پیشین دفاع و حمل و نقل این کشور رو هم در بر گرفته و به رقابتی سوداگرانه تبدیل شده. به نظرم باید جلوی این گونه سوء استفاده ها گرفته بشه. باور دارم بسیاری از مردم انگلیس هم با من موافقن. نظام سرمایه‌داری مدرن راه‌های نقض قانون رو یاد میده و در این نظام پول مهمتر از اصول اخلاقی و روابط انسانیه. کاری که در انگلیس به عنوان خرید سیاستمداران یاد میشه بر اساس آمارهای موجود از سال 2000 به طور چشمگیری رو به فزونی گذاشته. مجتبی قاسم‌زاده، خبرنگار صدا و سیما، جمهوری اسلامی ایران، لندن.